سلام، صوفی هستم. به کانال من خوش اومد. توی این ویدیو من بازم میخوام موهامو رنگ کنم و این بار رنگ مشکی، خیلی خیلی مشکی، مشکی پرکلاقی رو انتخاب کردم. ببینید از زمانی که من رنگ گذاشتم تا الان ریشه موهای من باز در اومده و برای اینکه نمیخوام دوباره ریشه موهامو دکلوره بکنم و دوباره بتونم این رنگو در بیارم، دیگه میخوام کامل مشکیش کنم. برای این کار نیاز داریم به یه وازلین یا یه کرمی که کیفیتش مثل وازلین باشه، بچسبه روی پوستتون، چون رنگمون تیره است و پوستمون خیلی راحت رنگ میگیره. حتما پوستتون رو با کرم چرب کنید. من بازم رنگای بدون آمونیاک انتخاب کردم. قبلا عکسش و مشخصاتش رو براتون گذاشتم اینجا تو این قسمت توضیحاتش، نوشته بدون آمونیاک. حالا تو هر کشوری که هستید به زبان خودتون خیلی راحت روش رو که بخونید براتون نوشته که آمونیاک درش استفاده نشده. آسیب خیلی کمتری به موها میزنه ولی کیفیت رنگ عالیه. همونطور که دیدید من از این رنگ استفاده میکنم و خیلی راضیم. شماره این رنگ مشکی 110 هست. حتما میدونید که 3-4 طیف رنگ مشکی داره با شمارهای متفاوت. این رنگ مشکی 110 که ببینید روی این رنگ موی من چه رنگی در میاد. بقیه وسایل مورد نیازمونم توی خود این جعبه ها وجود داره. چرا من دو تا گرفتم؟ برای اینکه میخوام خودم رنگ کنم و پشت سرم رو نمیبینم، لابلای موهامو نمیبینم، برای این دو تا رنگ میگیرم که بتونم کامل موهامو کاور کنم، خوب رنگ بگیره. اضافه تر شاید باشه ولی اینجوری مطمئنم که موهام کامل رنگ میگیره. رنگ مشکی یا رنگای دیگه‌اش هیچ فرقی نمی‌کنه. توی خودش دفترچه توضیحات کامل داره که به 4 5 6 زبان مختلف نوشته شده که چه کار انجام بدید. کاملا توش توضیح داده، مرحله به مرحله توضیح داده شده. بعد از اون یه جفت دستکش توش داره، اکسیدان و رنگ، و این هم نرم کننده مخصوص همین رنگه، نرم کننده که مارک خود همین رنگه. و بعد از اینکه موهاتون رنگ گذاشتید، موهاتون رو شستید، حتما از همین استفاده کنید برای نرم کردن موهاتون. ویتامینه هم میکنه، باعث نرم شدن، ویتامینه و براق شدن موهاتون میشه بعد از اینکه رنگ رو گذاشتید. دقت کنید حتما یه لباس کهنه بپوشید، یه لباس کهنه درتون باشه که اگه رنگ روش ریخت لباستون خراب نشه. حتما از دستکش استفاده کنید، هر رنگی که میذارید از دستکش استفاده کنید، وگرنه ناخناتون رو آسیب میزنه، ناخناتون رو از بین میبره. همینجوری که رنگ رو میذارم یواش یواش سعی میکنم به سوالاتی که باز دوباره تو این ویدیو آخر پرسیدید هم بتونم جواب بدم. این رنگمونه و این اکسیدانه، باید کامل رنگتون رو خالی کنید توی این اکسیدان. یعنی این دوز اکسیدانی که توی این میبینید برای این رنگ هستش، برای این اندازه رنگه. پس همه رنگتون رو باید توی اکسیدانتون بریزید. حتی اگه همش رو استفاده نمی کنید، مجبورید کامل اینا رو با هم مخلوط کنید همش رو تا رنگی که میخواییم به دست بیارید. من تنها کاری که میکنم موهامو به دو قسمت تقسیم میکنم. اول قسمت زیری رو میزنم، این قسمت رو، و بعد باقیشو. اینم اون قسمتی از موهای منه که ماشینشون میکردم تا چند ماه پیش و میبینید که دیگه این کار نکردم و اینا هم بلند شد. خیلی خوب با هم مخلوطش کنید، به هم بزنید و بعد یه سری داره سرشو باز میکنید و شروع میکنید. ببینید این داره تموم میشه و من هنوز نصف موهام رو و پشت موهام رو نزدم. حتما دقت کنید اینا برای موهای اروپایی هست، اندازه و دوزش خیلی کمه. حتما اگر موهاتون هم بلندتره که خوب، خیلی دقت کنید، یه دونه اصلا کافی نیست. Thank you.
و بعد که رنگو زدم کامل سعی میکنم ماساژش بدم خوب که یه وقت جایی بدون رنگ نمونده باشه که دو رنگ بشه. خوب با دست ماساژ بدید، به اندازه کافی رنگ داشتم که بزنم همه جای موم، ولی باز هم بهتره سعی کنید با دستتون یا شونه اگه میتونید موهاتون راحتی شونه کنید رنگو همه جای موهاتون پخش کنید. خب تو این فاصله که من رنگو روی موهام میذارم تقریبا بین 30 تا 35 دقیقه یه توضیح بدم در مورد اون دوستانی که پرسیده بودن ماسک جوش شیرین و شامپو رو برای رشد بیشتر موها یا ماسک فلفل و روغن رو برای بچه 3 ساله بچه 4 ساله بزنیم. اصلا این کار رو نکنید. بچه ها باید تغذیه خیلی خوبی داشته باشن، مطمئن باشید رشدشون نرماله اگر تغذیه خوبی داشته باشن. بعضی از بچه ها وقتی سنشون کمه موهای کمتری دارن، ولی به مرور که رشد میکنن بزرگتر میشن موهاشون نرمال میشه یا حتی موهای خیلی پری دارن. اصلا نگران این قضیه نباشید، تمرکزتون رو بذارید روی تغذیه بچه ها. در مورد ویتامینایی که بهتون گفتم توی ویدیو قبلی همشون عکسشون قبلا توی تلگرام هست، کافیه سرچ بکنید ویتامین ها، عکس ها از قبل پست های قبل تر که توی تلگرام گذاشتم براتون میاد. یکی از دوستان پرسیده توی دوران شیردهی هستش و میخواد بذر کتان مصرف کنه. نه متاسفانه من شده این قضیه. اگر شیر میدید به بچه‌تون بذر کتان رو نباید بخورید، ولی اگه میخواید ماسکشو بذارید روی صورتتون یا روی موهاتون هیچ اشکالی نداره، ولی خوردن بذر کتان توی دوران شیردهی و بارداری مشکل داره. یه چیز دیگه هم این که خیلی از دوستان جدیدن توی کانال من اومدن، برای اینکه ویدیوهای قبلی رو ببینید باید وارد کانال من بشید، همه ویدیوها اونجا هست. چون خیلی از سوالایی که میپرسید جوابش توی ویدیوهای قبلتر هست و من اگه بخوام تمام کامنت ها رو با سوالای تکراری جواب بدم واقعا فرصت نمیکنم. پس سعی کنید مستقیم وارد کانال یوتیوب من بشید و همه ویدیوها اونجاست. هر ویدیوی مورد نیازتون هست اون رو نگاه کنید، جواب سوالتون هم حتما خواهید گرفت. در مورد کاشت موژه یا استکشن موژه ها پرسیده بودید که این کار خوبه یا نه، انجام بدیم یا نه. نظر من اینه که در یه صورت خوبه، اینکه شما موژه ندارید و چشماتون بدون موژه، خب میدونید که چشم بدون موژه زیبا نیست، موژهاتون ریخته یا اصلا موژه ندارید، احساس خوبی ندارید، فکر میکنید چشماتون خیلی زشت شده، میتونید این کار انجام بدید برای اینکه حال بهتری داشته باشید، وگرنه باعث ریزش موژه ها میشه. اگه موژه دارید نرمال موژه هاتون و با یه ریمل میتونید نرمال بکنید چشماتون، آرایش بکنید خیلی نرمال، نه من توصیه نمی کنم، باعث ریزش موژه ها میشه. ولی اگه مشکل دارید موژهاتون ریخته، بله چرا بد باشه، اگه خودتون حال خوبی پیدا میکنید چرا بد باشه. رنگ مویی که روی سر من بود رنگ موی زیتونی، من فکر کنم بیشتر از 200-300 بار توی کامنت ها نوشتم، یه بار بگم خودم راحت کنم، مارک پالت بود، همین مارکی که من الان زدم، مارک پالت و شماره 500. ولی باید زیر موهاتون روشن باشه، زیر موهاتون دکلوره شده باشه، پایه زرد رسیده باشه که اون رنگ 500 روش زیتونی در بیاد. بعد از اون ویدیوی طرز تهیه آب گل یا عصاره گل توی خونه که بهتون نشون دادم، خیلی‌ها پرسید خب میتونیم پس گلاب هم استفاده کنیم. اون گلابی که از مغازه میخرید، گلابی که توی کارخونه درست میشه، برای پوست ضرر داره، حتی برعکس ممکنه عمل کنه، به جای روشن شدن پوستتون شفاف شدن پوستتون ممکنه تیرش بکنه. برای اینکه توی کارخونه تولید میشه، مواد شیمیایی بهش اضافه میشه، مواد نگهدارنده بهش اضافه میشه و 100% آب گل خالص نیست، عصاره گل نیست. این کاری که توی خونه انجام دادیم بیشتر از نیم ساعت وقتتون رو نمیگیره و یه نتیجه عالی دارید و یه عصاره گل طبیعی که روی پوستتون معجزه میکنه، عالیه برای پوست. و اینکه خیر، گلابی که از مغازه میخرید و سعی کنید به پوستتون نزنید، اونو میل کنید بهتره، برای اعصاب خوبه، آرام بخشه. سوال دیگه که خیلی از شما پرسیدید اینکه چیکار کنیم صورتمون توپل بشه، صورتمون چاق بشه. ببین اگه فرم صورتتون باریکه، این استخون صورتتون باریکه، استخونی صورتتون، نمیتونید چاقش بکنید.
اگر کلن آدم لاغری هستید نمیتونید صورتتون رو چاق کنید، بدنتون لاغره. اگه میخواید چاق بشه صورتتون، باید خودتون هم چاق بشید، اضافه وزن داشته باشید که صورتتون هم یه مقدار توپل بشه. در غیر این صورت نه، صورتی که لاغره استخونیه چاق نمیشه با استفاده از ماسکای خونگی. با استفاده از ماساژهای خونگی، ماسک خاک رس، میتونید صورتتون رو سفت نگه دارید، از شل شدن پوستتون جلوگیری کنید. با ماساژهای صورت میتونید عضلات صورتتون رو، مثل ورزش کردن برای بدن میمونه، عضلات صورت رو قوی کنید که صورتتون شل افتاده نشه، وگرنه با ماسک خونگی نمیتونید صورتتون رو توپل بکنید. تنها راهش تزریق هستش، تزریق ژل و بوتاکس که میتونید صورتتون رو فرم بدین و توپل ترش بکنید. پرسیدید که رنگ مو رو دکلوره رو از کجا بگیرید. خود پودر دکلوره و اکسیدان رو جداگونه بخواید بخرید، توی فروشگاه‌های مغازه‌های معمولی و پاساژا پیدا نمی‌کنید. باید سر بزنید به مغازه‌هایی که مخصوص آرایشگراست، مغازه‌هایی که فقط وسایل مخصوص آرایشگرا رو میارن. در غیر این صورت توی همه فروشگاه آرایشی دیگه که از همین رنگایی که من الان به سرم زدم میفروشن، دیدید که چیدن توی قسمتی که شامپو هستن، این رنگا هم چیده شده. همین رنگا دکلوره هم داره، اگه دقت کنید روش نوشته شده دکلوراسیون، که قیمتش تقریبا با اون دکلورایی که بیرون میگیرید یکیه، به خاطر اینکه اون بزرگا رو که بگید پودرش جداگونه، اکسیدان جداگونه، تقریبا هر دوش حدود 40 یورو قیمتشه، ولی خب اینا مارکای مختلف 5 یورو داریم تا 10-12 یورو، میتونید خودتون انتخاب کنید. همین مدلای شامپویی که من الان به موهام زدم دکلوراش هم هست، یا پاک کننده رنگ مو که از دکلور خیلی ضعیف تره ولی رنگ مو رو از روی سرتون پاک میکنه که بتونید یه مقدار روشن‌تر بکنید موهاتون. دیگه این که در مورد بستن منافذ باز پوست، در مورد برطرف کردن تیرگی زیر بغل و کشال ایران و اینجور چیزها، خیلی قبلا ماسک و ویدیو گذاشتم، حتما وارد کانال بشید و ویدیوهای قبلی رو ببینید. در مورد کانال تلگرام و اینستاگرام من، حتما زیر هر ویدیویی که میذارم اون فلش کوچولو رو باز کنید و اطلاعات مربوط به ویدیو، لینک های خرید وسایلی که معرفی میکنم و همینطور لینک وارد شدن به کانال تلگرام و اینستاگرام هم اونجا هست، میتونید روش کلیک کنید. چون خیلی از دوستان توی کامنت ها از من میپرسن که کانال تلگرامتون یا اینستاگرامتون چیه، حتما زیر ویدیو رو چک کنید، کانال رو میبینید. در مورد مصرف ویتامین ها، ویتامین هایی که من بهتون نشون دادم، مولتی ویتامین ها که تمام ویتامین ها درش وجود داره، روزی یه دونه دوزش برای روزی یک بار هست، ولی ویتامین دی رو پزشکتون تعیین میکنه بنا به سن و سالتون، شرایط جسمیتون. معمولا هفته یه دونه بعد ازش مصرف بشه، چون وقتی آزمایش میدید نگاه میکنن ببینن شما چقدر کم بوده ویتامین دی دارید و اونجوری بهتون توصیه میکنن هفته یه بار بخورید یا دو هفته یه بار یا گاهی یک بار. بنابراین باید به توصیه پزشکتون گوش کنید. دوستانی که میگن بعد از زایمان به شدت ریزش مو دارن، کاملا طبیعیه، هورموناتون به شدت در نوسانه، حتما باید ویتامین مصرف کنید، حتما مراقب تغذیه‌تون باشید، استرس نداشته باشید، سعی کنید آرامش داشته باشید، بعد از چند ماه کاملا نرمال برطرف میشید. خب موهای منم دیگه کم کم داره رنگ میگیره، من موهامو میشورم و برمیگردم. اینم از موهای من. دو بسته رنگ که بهتون گفتم کاملا کافی بود برای موهای این اندازه‌ای و نرم کننده بعد از رنگی که توی بسته بندیش بود فوق‌العاده است، خیلی عالیه. من موهامو فقط با یه کمی حرارت سشوار خشک کردم، نخواستم بعد از رنگ دوباره حرارت خیلی زیادی بهش بدم، ولی فوق‌العاده موهامو نرم و براق کرده. امیدوارم ویدیو مفید بوده باشه براتون. بازم اگه سوال داشتید برام کامنت کنید. ممنونم ازتون که همراه من هستید و تا ویدیو بعدی، خدافظ.